لحظه‌ای که چشم باز کردم حسن بالا سرم بود و تو همه فراز و نشیبای زندگی بهترین پشتوانه برای من بود. حسن از من 13 سال بزرگتر بود و توی خیلی از نقاط واقعا نه تنها یه برادر بلکه بهترین دوست و بهترین همدم برام بود، چون توی سنی بودم که خیلی مثلا چیزا باش مواجه شدم. مثلا فرض کنید دستگیری پدرم افتاد زندان به خاطر هواداری از سازمان. بعد خب اون موقع برای خودم خیلی سخت بود، به طور خاص عواطف و علاقی که پدرم داشتیم، وابستگی‌هایی که داشتیم، برای خودم واقعا سخت بود، ولی جای اونو همیشه حسن برام پر میکرد. به خاطر همین اگه بخوام الان براتون بگم چجور داداشی بود، همیشه سخت‌ترین کار برای خودم اینه که در واقع بهترین واژه‌ها رو بخوام برای کسانی که واقعا خیلی اسطوره‌ان بخوام انتخاب کنم. حسن نمیدونم واقعا با چه واژه‌ای با چه کلمه‌ای بخوام بگم برام چی بود، ولی واقعا برام همه چی بود. حسن هم همیشه چون تو مواردش قیمت داده بود، این ارزش اینو خوب حس میکرد. به خاطر همین واقعا لذت میبرد از این، چون خودش قیمت داده بود، سختیشو کشیده بود، ولی اون سختی رو به یمن چیزی که خودش میگفت، همیشه میگفت مدیونشه انقلاب خواهر مریم، همیشه در واقع سعی میکرد که قدرشو بدونه و بخاطر همین همیشه احساس لذت و حمد و حلاوت میکرد. این که مثلا میگم انقلاب خواهر مریم در یک کلام کندن از غل و زنجیرهای فردی برای منافع بالاتر. تو مثلا حسن از خیلی مثلا امکانات داشتش توی داخل، بعد فرزندش داشت که براش عزیزترین چیز بود، آتنا، که یه بارم بهش میگفتم که حسن چرا اسمشو گذاشتی آتنا، و بهش گفتش که چون انقدر دوستش دارم میخوام هر وقتی قونوت میگیرم به یادش بیفتم. ولی خب همین آتنا رو حسن وقتی آتنا 10 ماهه بود، حسن در راسته آرمانش، در راسته هدفی که انتخاب کرده بود، یک هدف بالاتر، آتنا رو ترک کرد. البته که برایش خیلی هم سخت بود. یه بارم به من داشت میگفت، چند بار جای مختلف ازش شنیده بودم که میگفت همیشه یک شعری رو زمزمه میکنم برای آتنا که بهش میگم اگر بابا رهایت کرده باید ببخشی جرم بابا را، گرفتار بلا بودم به عشقی مبتلا بودم. بعضی از شهدا بودن، مثل یکی از شهدا بود که از شهدای قزوین بود به نام یوسف یعقوبی. این با داشتن یک دختر بچه و اینکه همسرش هم باردار بود، ولی من سوال میشد برام چطور شد این ول کرد و رفت؟ چه چیزی رو دیده بود؟ چه چیزی باعث شد که از زیباترین و چطور بگم عزیزترین چیزش بگذره؟ این سوال تو ذهن من همواره تو این سالیان بود، تا اینکه خودم تو مرزش قرار گرفتم. دیدم که بالاخره بین انتخاب مبارزه و انتخاب تمایلات و علایق نمیتونی همون رو داشته باشی و همین رو. باید از یکی بگذری تا به یه آرمان بالا برسی. خیلی از آتنه ها توی ایران دارن طعم تلخ جدایی ها رو میچشن. بالاخره یکی باید دست بالا بکنه، یکی باید بلند شه. اگه من یا دیگران بلند نشیم، بالاخره کدام پدر بلند میشه و کی میتونه جوابگو باشه؟ بالاخره یکی باید پاسخگو باشه به همین سوال ها. تا ظلمی برقرار نباشه، تا کودکان بتونن همواره در کنار پدر مادرشون باشن. یک شعری هم همواره خودم زمزمه میکردم
و میگفتم که اگر از من سوال کرد و اگر من بودم تونستم جواب بدم، بهش میگم که اگر تنها رعایت کردم باید ببخش جرم بابا را. گرفتار بلا بودم، به عشقی مبتلا بودم. تقریبا یک هفته آخر، یک هفته ده روز آخر من حسن مستمر با هم بودیم توی اشرف، توی یک جا بودیم، کارم با هم بود. بعد خیلی میدیدمش اینا، بعد ولی نمیدونستم که حسن قرار بمونه. تا دو سه شب آخر بود که یه جا بهم گفتش که من قرار بمونم و اینا، که برای خودم سخت بود چون فکر میکردم با هم میه، ما سری هفت بودیم. بعد اون موقعی که میخواستیم سوار اتوبوس بشیم تو میدون لاله اشرف، یه دفعه حسن صدام کرد. برگشتم دیدم وایسادم گوشه، صدا کرد، رفتم بغلش کردم و خلاصه آخرین دیدار رو اونجا با هم کردیم و کلی هم با هم شوخی کردیم. کلی به من چیز کرد، به من گفتش که باید اونجا میرید خلاصه جنگنده و جلودار باشه دیگه چیزی. بعد ازش پرسیدم، گفتم که کی میای؟ بعد چون قرار بود که دو هفته بعدش بیام، من فکر میکردم تا دو هفته یک ماه بعدش بیام. بعد بعدش گفتش که، گفت معلوم نیست، ولی خیلی با قاطعیت و خیلی محکم گفتش که هیچ معلوم نیستش. ولی خودم فکر میکردم که تا دو هفته دیگه بیاد. تا بعد شد موزه در